ما اومدیم مثلا قیمت بنزین رو اعلام کردیم 3000 تومان، بعد آزاد هر کی هر چقدر بخواد میتونه بره مصرف کنه، هیچ تخلفی هم نکرده. یه نفر میاد با یه تانکر با یک وانت مثلا 2500 دید بنزین 3000 تومانی میزنه توی نوار مرزی، یک ساعت بعد اون طرف مرز لیتر 19000 تومان میفروشه، یعنی 50 میلیون تومان تو یک ساعت میتونه به دست بیاره. خب این یعنی که ما داریم زمینه قاچاق سوخت و ثروت ملیمون رو فراهم میکنیم. بعد شما که میرید بررسی میکنید میبینید مثلا 1000 تا ماشین وانت پشت سر هم وایسادن برای قاچاق ثروت ملی. خب این باید در اختیار مردم قرار بگیره. ببینید تو طرحی که آماده کردیم سهمیه سوخت روی کارت ملی داده میشه، هر فرد بالای 18 سال در ایران رو کارت ملیش ماهیانه 15 لیتر بنزین و 15 لیتر گازوئیل سهمیه میگیره. چرا گازوئیل هم اضافه کردیم؟ چون بعضیا فکر میکنن گازوئیل خیلی ارزش نداره، مثلا بنزینه که خیلی مهمه، واسه همین قیمتش هم حتی ما اومدیم 1/10 گذاشتیم، در صورتی که میزانی که داره گازوئیل قاچاق میشه به بیرون مرزا وحشتناکه. تو خارج از کشور، تو خیلی از کشورها اصلا قیمت گازوئیل اگه از بنزین گرونتر نباشه ارزونتر نیست، و به طور متوسط قیمت بنزین و گازوئیل بالای 1 یوروه. خب تو این ترمه اومدیم به هر فرد بالای 18 سال گفتیم شما 30 لیتر مجموعاً سهمیه بنزین و گازوئیل دارید رایگان، به ماشینا دیگه سهمیه نمیدیم. چرا؟ چون یه نفر 10 تا ماشین داره، چرا باید 10 برابر از یاران استفاده کنه؟ یه جوان 18-19 سال اصلا ماشین نداره، چرا نباید از یارانش استفاده کنه؟ یه خانواده بازنشستن، ضعیفن، مستاجرن، اصلا یا ماشین ندارن یا ترجیح میدن به جای اینکه از ماشین و اون سوخت برای مصرف استفاده کنن درآمد داشته باشه براشون. هر کسی تو این تر دوست داشت میتونه از سهمیه‌اش رایگان برای اتومبیلش استفاده کنه. هر کسی دوست نداشت اضافه آورد، مثلا یه مقداری مصرف کرد بقیهش باقی موند، به اندازه هر لیتر 20000 تومان میتونه برای خرید اجناس مختلف از کارتش استفاده کنه. یعنی این یه سرمایه میشه واسش، یه پسنداز. هر فردی ماهیانه 600000 تومان پسندازش میشه، هر فرد بالای 18 سال. حالا یه موقع شما میگید که نه من مثلا 20 لیترش رو دوست داشتم استفاده کنم، 10 لیترش مونده، یا خرید میکنم باش، یا اصلا به دولت میدم لیتری 20000 تومان میخوام داشته باشم. در